28مین اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز در ژنو آغاز به کار کرد و تا 8 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. سیاست دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی، همه اینها از موضوعاتی هستند که در این نشست در 28مین اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر پیرامونشان بحث می شود. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، امروز در اولین روز اجلاس حضور یافتند و سخنرانی کردند. همکار ما شیرین فامیلی در گفتگو با یک فعال حقوق بشر و نماینده سازمان مدافع حقوق بشر زود ویند در اتریش، نخست درباره نکات مهم سخنرانی محمد جواد ظریف پرسیده است. حسن نایب هاشم: آقای ظریف، در مجموع موضوع چند ساله وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. اساس این موضوع بر این مبنا هستش که موضوع گیری ها بر مبنای سیاست دوگانه ای نباشه، سیاست ورزی نشه در مسائل حقوق بشر و مسئله اسلام ستیزی رو باهاش همیشه مبارزه میکنن و موضوع دائمی در ارتباط با حقوق مردم فلسطین. تازه شاید در صحبت آقای ظریف مسئله اخیر در ارتباط با داعش بود و اینکه از اونجایی که خب همپیوندی در کشورهای صنعتی میان کسانی که مهاجر هستند یا به هر حال در کشورهای دیگر به کشور اروپایی یا آمریکایی به کشور صنعتی اومدن و به هر حال نتوانستند پیوند لازم را پیدا کنند و از اونجا که بسیاری از فرزندان اونها از نظر آقای ظریف شهروند درجه دوم این کشور رو به حساب میاد، اونها توانستند حضور پیدا کنند در مجموعه نیروهای داعش و با زبان انگلیسی و با لهجه در واقع خود بریتانیایی صحبت میشه در واقع هنگام کشتن افراد، به این موضوع اشاره کرد. این شاید نکته تازه‌ای بود که در صحبت آقای ظریف بود که خب قبلا مطرح نشده بود در شورای حقوق بشر و در مجمع عمومی. آقای جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم امروز در اولین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی داشتند. چه نکاتی در سخنان او بود؟ آیا به مسائل ایران هم اشاره‌ای داشت؟ بله، آقای کری در ارتباط با مسئله جهان شمولی ارزش‌های حقوق بشری صحبت کردند و مسئله حقوق اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های جنسی به طور مشخص صحبت کردند و در رابطه با مسئله آزادی مطبوعات، در رابطه با مسئله حقوق عامی که باید مردم در تمام دنیا داشته باشند رو اینها صحبت کردند. در رابطه با ایران ایشون به لزوم حضور آقای احمد شهید در ایران اشاره کردند و اینکه به هر حال ایران باید اجازه بده که گزارشگر ویژه ایران سفر کنه و این از جمله خواستهایی هستش که از جمله آمریکا ارائه داده در روند UPR یا بررسی ادواری جهانی به جمهوری اسلامی ایران. واکنش شرکت کنندگان در اجلاس به سخنان وزرای خارجه ایران و آمریکا چی بود؟ در شورای حقوق بشر جایی هستش که به طور مدام تمام افرادی که اونجا حضور دارن راجع به مسائلی که طرح میشه با هم دیگه گفتگو میکنن. اینکه تا اشاره‌ای در واقع به مسائل فیما بین عملا نکردن و هر کدوم مسائل عام جهان رو بررسی کردن با موضع رسمی کشور خودشون، به اون در حال اشاره شد و تاکیدات آقای کری به مسائل حقوق بشر و تأکیدی که روی مسائل ایران داشت مورد توجه مدافعان حقوق بشر در اینجا قرار گرفت. آقای نایب هاشم، اجلاس در چه تاریخهایی به موضوع حقوق بشر در ایران میپردازه؟ این اجلاس 28م شاید مهمترین مثلا اجلاس در رابطه با ایران باشه، برای اینکه دو تا موضوع مهم در ارتباط با ایران مطرح میشه. یکی مسئله گزارش سالانه هست که آقای احمد شهید ارائه میده و مسئله UPR ایران هستش که دور دومش بررسیش انجام شده، مرحله اولش و مرحله دومش صورت میگیره، منتظر هستن همه که پاسخ جمهوری اسلامی به 291 پیشنهاد جامعه جهانی چه خواهد بود و در روز 16م آقای احمد شهید گزارش خودش رو ارائه خواهد داد و در روز 19م بررسی ادواری جهانی ایران هست و طبعا در روزهای آخر روز 26م یا 27م قطعنامه در ارتباط با ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انتظار این هست که تصویب بشه که محتوای آن تمدید دوره آقای احمد شهید هست برای یک سال دیگر. اطلاع دارید که گزارشگرهای ویژه یک کشوری سال به سال ماموریتشون تمدید میشه. آقای بنکیمون هم سالانه در همین اجلاس ماه ماست گزارش خودش رو ارائه خواهد داد و در روزهای آخر قاعدتا روزهای شاید 25م 26م باشه که گزارش آقای بنکیمون هم بررسی خواهد شد در شورای حقوق بشر.